نمایشگاه خیابانی کتاب در ولایت بدخشان برگزار شد. شماری از دانشجویان در همکاری با یک کتاب فروشی شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان امروز نمایشگاه خیابانی کتاب را در هماهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت راه اندازی نموده و صدها جلد کتاب را به نمایش گذاشتند. مایزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان برگزاری نمایشگاه خیابانی کتاب را در شرایط کنونی مهم و ارزنده دانسته گفت که ریاست اطلاعات و فرهنگ همواره در حمایت از این گونه اقدامات جوانان و فرهنگیان این ولایت تلاش کرده و زمینه تقویت فرهنگ کتابخوانی را در میان این قاش بیشتر مساعد خواهد ساخت. برای کتاب واسطه بکنند، یعنی راه اندازی چنین نمایشگاه خیابانی برای ما خیلی ارزشمند است. امارت اسلامی ریاست اطلاعات در احمد نویل قاضی‌زاده یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه برگزاری این چنین نمایشگاه را مهم خوانده میگوید که این سومین نمایشگاه خیابانی کتاب بعد از تحولات اخیر در بدخشان است که از سوی آنان راه اندازی می شود. ما این سومین نمایشگاه خیابانی کتاب در ولایت بدخشان بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان ما داریم. البته از هدف از برگزاری ما این بوده که فرهنگ کتاب و مطالعه کمرنگ شده، ما امروز با یک تعدادی از جوانان دانشجویان دانشگاه بدخشان آمدیم در خیابان و مردم کتاب را کتابخانه دعوت کردیم. در عین حال برخی از فرهنگیان ولایت بدخشان از برگزاری نمایشگاه خیابانی کتاب در این ولایت ابراز خرسندی نموده، میگویند که یکی از راه‌های گشایش مشکلات همدم بودن با کتاب بوده و امید را برای زنده نگه داشتن فرهنگ کتابخوانی بیشتر ساخته است. تحولی که آمده، اون موجی عظیمی از اشتیاق و علاقه‌ای که به کتاب و مطالعه و این گپا بود، آهسته آهسته رو به کاهش است، اما این گونه نیست. من وقتی این شور و اشتیاق که دیدم و علاقه را به کتاب دیدم، سطح مراجعه کننده را دیدم، دوباره امیدم زنده شد که هنوز تلاش برای کتاب و تلاش برای کتاب خواندن و فرهنگ نگهداری کتاب و کتابخوانی هنوز زنده هست، هنوز نفس میکشد. از سوی هم شماری از دانشجویان دانشگاه بدخشان که در برگزاری این نمایشگاه کتاب نقش دارند، هدف از برگزاری نمایشگاه خیابانی کتاب را آشناسازی با کتاب و کتابخوانی عنوان کرده، میگویند که شماری زیادی از فرهنگیان، دانشجویان، جوانان و دانش آموزان مکاتب جهت بازدید و خریداری کتاب به این نمایشگاه آمدند تا داشته ها و اندوخته های علمیشان را به دیگران منتقل کنند. هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی سازی بیشتری مردم با کتاب و کتابخوانی بود و خوشبختانه امروز هر قسمی که همه شما مشاهده میکنیم تعداد زیادی از بازدید کنندگان داشتیم که خوشبختانه یک احساس خیلی خوشحالی برای من دست داد که دیدم بسیاری از مردم حتی مادران فرزندایشان هم میآوردن تا کتاب ها قصه برشان بخرن که این ابتدا و پایه‌گذاری یک مطالعات بیشتر و چرخ‌تر در مخیم می‌سازد. اسمان آمد از اینکه کرونا آمد یک کمی مردم دور شدن از اجتماع و از کتاب خواندن، کلا از همه چیز دور شدن و بعد از تعاملات هم یک کمی بیشتر شدی دوری و ما خواستیم که دوباره با برگزاری این نمایشگاه کتاب خوانی دوباره خواستیم که مردم را بیدار بسازیم و برشان این امید را بودیم یا این انگیزه را بودیم که دوباره میتونه همه چیز خوب شد، با شما دوباره میتونیم در جامعه بیاییم و دوباره یعنی کتاب بخوانیم و دوباره میتونیم که مفکرهایتان را ابراز کنیم. این نمایشگاه پس از برگزاری یک نمایشگاه مشابه کتاب در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان است که همزمان با هفته ویژه گرامی داشت از روز کتاب در کشور راه اندازی شده است. حسیب حساس، تلویزیون اورانوس، فیض‌آباد، بدخشان.